دوستان عزیز، در حالی که طوفان قیام ها دیکتاتوری ها را در سراسر منطقه به لرزه درآورده است، از 25 بهمن تا 25 اسفند در مدت فقط یک ماه مردم ایران در 5 رشته قیام بزرگ در تهران و سایر شهرهای ایران علیه رژیم ولایت فقیه به پا خواستند. قیام های یک ماه اخیر 3 پیام اساسی در بر دارد. اولین پیام آشکار شدن دوباره نارضایتی غیر قابل مهاری است که در دل جامعه ایران انباشته شده است. دومین نتیجه گیری شکست خامنه است، هم در ممانعت از استمرار قیام ها و هم در مهار بحران موجود در رأس حکومت. با حذف رفسنجانی در روزهای اخیر، خامنه ای به خطرناکترین جراحی اجتناب ناپذیر درونی خود روی آورد. سومین پیام خواست عمیق جامعه ایران به تغییر رژیم ولایت فقیه است. به همین دلیل شعار مرگ بر خامنه ای شعار اصلی قیام ها شده است. قیام ایران با این شعار تاکید می کند که هدف اصلاح سیاست های رژیم نیست، هدف حذف تمامیت رژیم ولایت فقیه است. راستی این اوضاع را چگونه باید تفسیر کرد؟ تفسیر آن در یک جمله این است: تغییر دموکراتیک در ایران اجتناب ناپذیر شده است و آن به دست مردم و مقاومت ایران عملی خواهد شد. برای ایران فردا ما بر جمیع آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی تأکید میکنیم. آزادی بیان، پوشش، ازدواج، طلاق، تشکیل احزاب، سندیکاها، رسانه ها و تظاهرات. بگذارید مردم از جبر و تحمیل آزاد باشند. بگذارید انتخاب آزاد انسان ها محترم شمرده شود. آنها یک جمهوری کثرت‌گرا میخواهند. آنها میخواهند همه مقام ها را رأی خودشان انتخاب کند. این بربریت که مردم را به خاطر شرکت در تظاهرات به قتل میرسانند باید برای همیشه پایان یابد. نه خدا و نه مردم ایران این حق را به کسی نداده اند که مادام العمر بر سرنوشت یک کشور حاکم باشد. این حق مردم است که حکومتی را که نمیخواهند تغییر دهند. بساط حلق‌آویز و شکنجه و سنگسار و دست و پا بریدن باید برچیده شود و بیانیه جهانی حقوق بشر محترم شمرده شود. ما از لغو حکم اعدام در ایران آزاد شده فردا دفاع می کنیم. در ایران فردا اصل آزادی مذاهب باید محترم شمرده شود. در قوانین کشور هیچ دین و عقیده‌ای بر دین یا عقیده دیگر امتیازی نخواهد داشت. زنان ایران البته خود باید آزاد کننده خیشتن باشند، اما ضروری است که امکان آزادی انتخاب برای زنان فراهم شود. از این رو تمام تبعیض‌ها و ممنوعیت‌ها و آپارتاید جنسی باید برچیده شود و قتل و خشونت علیه زنان یا قوانین زن ستیز همچون قانون حجاب اجباری جایی نخواهند داشت. برخورداری برابر از تحصیلات عالی و آزادی آکادمیک در دانشگاه ها و برخورداری از فرصت های برابر شغلی باید برای نسل قیام آزادی
فراهم شود. در مورد اقتصاد ایران باید تاکید کنم که توسعه اقتصادی مؤکداً در گرو آزادی و انتخاب آزادانه مردم است. رهایی جامعه از فقر و بیکاری و محرومیت با آزادی و دموکراسی میسر است. حفاظت از مردم در برابر فجایع طبیعی در قدم اول مستلزم دموکراسی است. برای ایران آزاد فردا ما همچنین بر رفع ستم مضاعف از همه تنوعات ملی و میهنی وطنمان در چارچوب یک پارچگی تجزیه ناپذیر ایران تأکید میکنیم. در ایران فردا حق عادلانه خودمختاری مردم کردستان ایران به رسمیت شناخته میشود و سرانجام این که ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و در صلح با همه کشورهای جهان خواهد بود. بر اساس برنامه شورای ملی مقاومت ایران پس از سرنگونی این رژیم، یک دولت موقت حد اکثر به مدت 6 ماه زمام امور را در دست خواهد گرفت و وظیفه اصلی این دولت برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان با همه تضمین‌ها و نظارت‌های ضروری است. وظیفه مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی جدید و اداره امور کشور در دوران انتقال است. اشرف سمبل مقاومت و پایداری و الهام بخش مبارزه جوانان ایران برای کسب آزادی است. در چنین شرایطی ما رویکرد غرب را سرزنش می‌کنیم که علیه تغییر در ایران عمل می‌کند. می‌دانیم که در سال‌های گذشته 3 دولت پی در پی در آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا با لیست گذاری مجاهدین و اصرار بر حفظ آن عملاً به بقای رژیم کمک جدی کردند. در 2 سال اخیر هم متاسفانه آمریکا به این سیاست مخرب ادامه داده است. چگونه؟ اولاً در بحبوحه قیام‌های سال گذشته آمریکا با مذاکره مستقیم با فرستادگان احمدی نژاد در ژنو به سود رژیم و به زیان قیام کنندگان عمل کرد. ثانیاً برچسب تروریسم علیه مجاهدین را حفظ کرد و ثالثاً حفاظت اشرف را به یک دولت دست نشانده ولایت فقیه تحویل داد، آن هم با نقض تعهدات کتبی خود و با نقض قوانین بین المللی. خامنه ای برای مهار قیام ها به سرکوب اشرف نیاز داشت و در چنین شرایط حساسی حفاظت آنجا به دست عوامل عراقیش افتاد. راستی چه هدیه ای برای ملاها از این بهتر؟ آن هم در حساس ترین شرایط. حالا به نتیجه این سیاست توجه کنید. حمله ژوئیه 2009 به اشرف با قتل 11 تن از ساکنان آن، حملات پی در پی در ماه‌های اخیر که از ماه اکتبر تا کنون 221 مجروح شامل 94 تن از زنان اشرف تا به حال بر جای گذاشته، همچنین یک محاصره ظالمانه که هر روز بیشتر می شود. برای توجیه همین خطای بزرگ برخی می گویند اشرف یک امر داخلی دولت عراق است. می گویند نباید حق حاکمیت عراق را نقض کرد، در حالی که سرکوب اشرف فرمانش از بیت خامنه ای آمده و مجریانش نیز اجیر شدگان او هستند. ما میپرسیم آیا لغو محاصره اشرف دخالت در امور عراق است؟ آیا رعایت حاکمیت عراق این است که بیماران به خاطر یک محاصره پزشکی ضد انسانی همچنان زجرکش شوند؟ همین حالا
در اشرف محاصره شده، بیماری شماری از ساکنین به وخامت گرایده. بیمارانی مانند کاظم نعمت اللهی، سوده تقوایی، خلیل پور تافل، اکبر شفقت، مصطفی گنجه‌ای و الهام فردی پور. ما میگوییم باید برای لغو محاصره پزشکی اقدام سریع انجام گیرد. آیا احترام به حاکمیت عراق این است که بگذاریم اکیپ های وزارت اطلاعات رژیم آخوندی با 240 بلندگو به شکنجه روانی ساکنان اشرف به طور مستمر ادامه دهند؟ میدانید که از دیروز 210 بلندگو به 240 بلندگو افزایش پیدا کرده. جواب این سوال ها این است: خیر. اگر عمیق نگاه کنیم، این برچیدن سرکوبگری ملاها در اشرف است که سبب احترام به حاکمیت دولت و ملت عراق می شود. همین چند روز پیش پارلمان اروپا طی قطعنامه اعلام کرد حق حاکمیت و قوانین داخلی نمی توانند به عنوان سپری برای دولت ها عمل کند و مانع از تحقیق درباره پرونده حقوق بشر آنها شود. ما ایالات متحده را به ایفای مسئولیت خود در اثرگیری حفاظت اشرف و ملل متحد را به استقرار دائمی هیئتی برای نظارت بر اشرف فرا می‌خوانیم و این وظیفه اتحادیه اروپا است که از این خواست حمایت کنند. این عینی ترین شاخص رابطه آمریکا با مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آن است. ابتکار جامعه جهانی برای حفاظت از شهروندان لیبی، اخطاری به رژیم ولایت فقیه نیز محسوب می شود که هر روز در خیابانها و زندانها اعتراضهای مردم بیدفاع را به خاک و خون می کشد و هر روز محاصره اشرف را سخت‌تر می کند. از این رو مردم و مقاومت ایران از این تصمیم استقبال می کنند و تجربه قذافی نشان داد که دیکتاتورها فقط زبان قاطعیت را می فهمند و فقط باید با این زبان با آنها سخن گفت. بر این اساس از همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که 1. با توقف خرید نفت از آخوندها مشارکت در تأمین هزینه سرکوب مردم ایران را متوقف کنید. 2. ترتیبات ضروری برای صدور حکم جلب بین‌المللی خامنه‌ای به جرم جنایت علیه بشریت را فراهم سازید. 3. برچسب تروریسم از نام مجاهدین را حذف کرده و مقاومت مردم ایران را به رسمیت بشناسید. 4. برای برچیدن بلندگوها از اطراف اشرف، برای پایان دادن به شکنجه روانی ساکنان اشرف، برای خاتمه محاصره ظالمانه آنها به خصوص محدودیت‌های جنایتکارانه پزشکی و بر عهده گرفتن حفاظت آن از سوی آمریکا و سازمان ملل، اقدامات ضروری اتخاذ نمایید.